بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بزرگ و متعال. شاگرده عزیز، عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان. آرزومند هستم که از نعمت سلامتی و عافیت برخوردار باشین. خوشحال و مسرور هستیم که با یک درس جدید بیولوژی از صنف 11 هم با شما شاگرده عزیز هستیم و از شما تقاضا میکنم که کاملا حاضر و آماده باشین و توجهتون به درس داشته باشین. درس امروز ما در ادامه درس قبلی هست که ما در درس گذشته در مورد مشخصات بعضی از فایلم های موجودات زنده بحث کردیم، در فصل هفتم روی طبقه بندی موجودات زنده و همچنین مشخصات بعضی از عمده ترین این طبقات که فایلم های موجودات زنده باشه بررسی کردیم. در درس قبلی حلزون و دو کفه ای ها را به عنوان دو نماینده از فایلم مولوسکا یا نرم تنان برای شما معرفی کردیم و اهمیت اونها رو هم بیان کردیم. اما در درس امروز میام روی یک فایلم جدید صحبت را آغاز میکنیم که فایلم کرمهای حلقوی یا فایلم آنلیدا باشه. کرمهای حلقوی یا فایلم آنلیدا، این یک فایلم های دیگر موجودات غیر فقاریه هست که کلمه لاتین انیلوس به معنای حلقه های کوچک هست، یعنی لس به معنای حلقه های کوچک هست. یعنی انیلیدا در حقیقت از چی گرفته شده شاید عزیز؟ انیلیدا، و اینجا باید یک اصلاح بکنیم. انلیدا یا موجوداتی که به اصطلاح حلقوی هستند، و معنای انیلوس شده عزیز به معنای حلقه‌های کوچک است که در کلمه لاتین به این معنا در فارسی ما او را به کار می‌گیریم. اما ویژگی‌های عمده‌شان چی هست که برای شما جداگانه میگیم؟ بدن اینها از حلقه‌های مسلسل ساخته شده. پس بدنشان دارای چی است؟ حلقه‌های مسلسل، یعنی پی در پی و سلسله وار بدن اینها از حلقه های کوچک ساخته شده. و محیط زیست اینا شاید عزیز کجا هست؟ محیط زیست اینا عمدتاً در ابهار هستن، یعنی آبهای شور، ولی یک تعداد اونها هم در آبهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی میکنن. در آبهای شیرین و همچنین در جاهای مرطوب هم میتونن که زندگی بکنن. پس محیط زیستشان شامل ابهار، آبهای شیرین و مناطق مرطوب میشه. تعداد از اونها شکل زندگیشان شاگرد عزیز به شکل آزاد هست. پس نشان میکنیم که شکل زندگی بعض از اونها به شکل آزاد هستن، یعنی یک موجود زنده هست که خودش به تنهایی زندگی میکنه، و بعض اونها به شکل پارازیت میتونن باشن. پارازیت به معنای ای که آزاد نیست، بلکه در بدن یک موجود زنده دیگر زندگی میکنه و مواد غذایی خود از موجود میزبان تأمین میکنه. خب میام به سراغ مشخصات کلی و عمومی فایلم کرمهای حلقوی یا آنلیدا که گفتیم جسمشان در حقیقت از تعداد زیاد حلقه های مسلسل تشکیل شده. خب مشخصات اینها را بررسی میکنیم. یکی از مشخصات عمده اینها ای است که بدنشان تناظر دو جانبه داره. ما برای شما شاگرد عزیز در درس‌های قبلی روی تناظر دو جانبه تشریح کردیم و منظور ما از تناظر دو جانبه ای است که اگر یک خط فرضی در بدن اونها به شکل طولی در نظر بگیریم و بدنشان را به دو قسمت تقسیم بکنیم، در هر بخش اعضایی که متقارن باشن وجود داره، که گفتیم مثلا یک دست با یک دست، یک پا با یک پا، و به این شکل تناظر دو جانبه در اینها وجود دارد. خب بدن اکثر اینها از تارهای شیطینی به نام شیتا ساخته شده. ببینید در اینجا یک ویژگی دیگه داره که بدن از تارهای شیطینی به نام شیتا ساخته شده. تقریبا کرمهای حلقوی عمدتاً به این ویژگی هستن کلشان، ولی یک استثناء داره. به استثنای نشان میکنیم، به استثنای جوک. جوک شما میشناسین، جوک ها موجودات هستن که از شیطین یا از شیتا ساخته نشدن. اما سایر کلمه های حلقوی که در فایلم آنلیدا یا
کرم های حلقوی هستن، اینها همگی دارای تارهای شیطینی به نام شیط ها می باشن. خب بدنشان از کیوتیکل نازک و مرطوب پوشیده شده، این ویژگی دیگه شان هست. بدن از کیوتیکل نازک پوشیده شده و البته رطوبت هم داره، نازک و مرطوب. یعنی این پوش که کیوتیکل نام داره هم نازک هست، کل بدنشان پوش کرده کیوتیکل نازک، و البته این کیوتیکل دارای رطوبت هم می باشه و خاصیت مرطوب داره. خب کانال هضمی در این موجودات به شکل یک تیوب هست. کانال هضمی به شکل یک تیوب در این موجودات زنده هست که در طول بدن این موجودات امتداد پیدا کرده و از نظر سیستم دوران خون، شاید عزیز، دوران خون اینها چی است؟ بسته هست. یک بار دیگه برای شما میگیم که دوران خون بسته همون دوران خون هست که خون از رگ‌ها خارج نمیشه و در داخل رگ‌ها قرار می‌داشته باشه. اما دوران خون باز، به دوران خون گفته میشه که در بعضی از قسمت‌های بدن خون از رگ‌ها میتونن که خارج بشن و در بین انساج گردش بکنن. این تفاوتشان هست. اما در موجوداتی که ما اینجا روش بحث میکنیم که فایلم آنالیدا یا کرم‌های حلقوی باشن، اینها درون خونشان از نوع بسته می باشه، یعنی خون از رگ‌ها خارج نمیشه. با واسطه جلد یا برانشی تنفس میکنن، این ویژگی دیگه شان هست. تنفس هم به وسیله برانشی هست و هم به وسیله جلد هست، این ویژگی دیگر اینها هست. برای طرح مواد اضافی یا خارج کردن مواد زائد، مواد بیکاره از بدن که سیستم اطراحیه باشه، اینها یک جور نفریدیا دارن. نفریدیا یا نفرید وظیفه طرح مواد اضافی را از بدن انجام میده. خب به خاطر از اینکه دیگه ویژگی رو برای شما راحت‌تر نشه کنیم، اینها رو پاک میکنیم و سایر ویژگی ها رو برای شما نشته میکنیم. پس سیستم اطراحیه اونا شده عزیز چی هست؟ اطراح مواد توسط چی است؟ توسط یک جوره نفرید. منظور ما از نفرید همون ساختمان هست که باعث خروج مواد اضافی میشه. این ویژگی دیگه شان هست که براتون گفتیم، و مواد اطراحی از خالیگاه عمومی و از خون گرفته میشه و مستقیما و خارج از بدن اطراح میشه یا دفع میشه. و سیستم عصبی اونها شده از چگونه هست؟ سیستم عصبیشان از یک جور عقده های مغزی در قسمت مغز و یک تناب عصبی دولایه ساخته شده. پس سیستم عصبی در حقیقت دارای دو بخش هست. بخش اول چیه شده عزیز؟ یک جور عقده های مغزی که در قسمت مغز هست و دیگه یک تناب هست، یک تناب عصبی که دولایه هست و در قسمت بطن هست. پس یک تناب عصبی دولایه بطنی، این ویژگی سیستم عصبیشان هست. پس ساختمان سیستم عصبی در موجودات مثل کرم‌های حلقوی، سیستمشان به این شکل هست که داره دو بخش هست، یک جوره عقده مغزی داره در ناحیه مغز و دیگه یک تناب عصبی دولایه داره که در ناحیه بطنی موجود می باشه. حجرات حسی و اعضای حسی اونها هم هستن که وظایف مختلفه دارن. پس هم حجرات حسی دارن و هم اعضای حسی دارن. اشتباه میکنیم، اینا دارای حجرات حسی و اعضای حسی هستن که وظیفه اینها وظایف مثل دیدن، مثل اعضای حسیشان، مثل وظایف مثل چوشیدن و سایر وظایف را میتونن که انجام بدن. و ویژگی دیگر اینها شاید عزیز این هست که تمام موجودات که در کرم‌های حلقوی هست، همونطور که برای شما گفتیم، به شکل کرم هستن، یعنی روی زمین میخزن و بدنشان هم از حلقه های مختلف ساخته شده. خب ما تا این جلسه برای شما مشخصات کرم‌های حلقوی یا فایلم آنالیدا را گفتیم و در ادامه باید عنوان بعدی ما کرم‌های زمینی هست. خب یکی از نماینده های کرم‌های حلقوی
ارتورم هست یا کرم زمینی هست. کرم های زمینی شاهد عزیز دارای ویژگی های هستند که حالا ما با شما ویژگی اصلی کرم ها را خواد گفتیم که اینها چه ویژگی های می داشته باشن. کرم زمینی از جمله اولیگوشیتا هست، یعنی در کلاس به نام اولیگوشیتا هست. ویژگی هاش را با شما نشته می کنیم، شامل کلاس اولیگوشیتا میشن. یک کلاس هست به نام اولیگوشیتا که در اونجا قرار دارن و کلمات که الان برای شما معنا میکنم این اولیگوشیتا رو میتونیم مفهومش درک بکنیم. کلمه مثل اولیگوس شاگرد عزیز مفهومش در فارسی به معنای چند هست، پس در اینجا نشان میکنیم که اولیگو به معنای اولیگوس به معنای چند هست و کلمه شیتا به معنای تار هست. شیتا به معنای تار هست، ساختمان طویل نازک تارمانند هست. پس کلاس اولیگوشیتا یعنی اون موجوداتی که دارای تارهای دراز و چندتایی می باشند و کرم زمینی هم شامل همین قسمت هست. اجازه بدید که شامل اولیگوشیتا هست که بخش کرم های زمینی رو ما میتونیم با این دو کلمه معنایش رو درک بکنیم. نام علمی کرم زمینی لبریکوس ترستریس هست. نام علمی اینها دقت بکن شاید عزیز، کرم زمینی نامش، نام علمی کرم زمینی به این شکل است. فارسیش هم نشته کنیم، لامبریکوس ترستریس. این نام علمی کرم زمینی هست که به این نام به اصطلاح در علم طبقه بندی موجودات زنده این موجود شناسایی بشن. خب ویژگی های دیگه چیزی که بدن کرم زمینی استوانه ای هست شاید عزیز و طویل و حلقه حلقه هست. پس سایر ویژگی هاش هم براتون نشته میکنیم. کرم زمینی بدن استوانه ای داره و همچنین بدنش همونطور که مشخص هست حلقه حلقه هم هست، یعنی بخشش از بدنش از حلقه های متعدد ساخته شده به استثنای حلقه اول و آخر که در بدن این کرم وجود دارد، یعنی ابتدای بدنش و آخر بدنش. به استثنای حلقه اول و آخر متباقی در هر حلقه چهار جوره شیتا دیده میشه. پس بغیر از حلقه اول و آخر در هر حلقه چهار جوره چی داره؟ شیتا می داشته باشه که پیشتر برای شما ساختمان شیتا رو که تارمانن هست معرفی کردیم. سر و اعضای حسی مشخص اینا ندارن، پس کرم ها نشون می کنیم سر و اعضای حسی مشخص ندارن. معمولاً ویژگی دیگر کرم ها هست قسمت خارجی بدن اونها به واسطه کیوتیکل پوشیده شده، پس این کیوتیکل را هم اضافه میکنیم که گفتیم بخش بیرونی بدن کرم را مواد به نام کیوتیکل پوشانده هست. و در بدن کرم های زمینی بین حلقه های 32 تا 37 این ویژگی جالبشانی هست، بین حلقه های 32 تا 37 بین حلقه های 32 تا 37 شاید عزیز یک ساختمان به نام کلیتلیم دارن که برای شما این رو شمی کنیم. ساختمان به نام چی؟ ساختمان به نام کلیتلیم فارسیش رو نشته کنیم، ساختمان به نام کلیتیلیم در بین حلقه های 32 تا 37 در بدن کرم زمینی این ساختمان وجود داره که کلیتیلیم در حقیقت همون ناحیه هست که تخم ها شاگرد عزیز در اونجا چی میکنن؟ انکشاف میکنن. پس کلیتیلیم اگر پرسان بشه که
این آدرسی که ما دادیم که در بدن کرم هست، بگیم وظیفه چی است که جایگاهی چی است؟ جایگاه انکشاف تخم ها می باشه. کلیتیلیم همون قسمتی از بدن کرم هست که تخم ها در اونجا انکشاف پیدا کنند. و همچنین در بدن کرم زمینی خالیگاه یا سولم هم هست که در موجودات قبلی هم برای شما گفته بودیم. بعد از ویژگی دیگه شبتان اینجا نشان میکنم من. سولم یا خالیگاه بدن در بدن کرم‌های زمینی هم وجود داره و سولم در کرم زمینی از پر از یک مایع میباشه شده عزیز که اعضای بدنش در داخل نمی سولم و در داخل نمی مایع پر در داخل خالیگاه یا سولم پر از مایع سایر اعضای بدن هم وجود می داشته باشن. خب تا اینجا ما شما شاید عزیز در رابطه با کرم‌های زمینی که مربوط میشه به کرم‌های حلقوی یا یک نوع از کرم‌های حلقوی هست صحبت را انجام دادیم و خلاصه درس ما امروزی شد که ما در مورد کرم‌های حلقوی یک فایلم آنالیدا صحبت کردیم که فایلم جدید بود، مشخصات عمدهش گفتیم و بعد یک نمونه یا یک نماینده از کرم‌های حلقوی که کرم زمینی باشه یا ارتورم برای شما معرفی کردیم، ویژگی‌هایش هم گفتیم و در درس آینده انشاءالله صحبت ما در مورد معرفی یکی دیگه از نماینده‌های این عالم این فایلم هست که جوک ها یا لیچز باشه. پس عنوان بعدی در رابطه با جوک ها صحبت کردیم خواهیم کرد انشاءالله. اما سوالات خانگی شما شاید عزیز، سوال اول که برای شما میکنیم این است که ویژگی های عمده کرم زمینی را بیان کنید. سوال بعدی نشان می‌کنیم که وظیفه کلیتیلیم یا کلیتیلیوم وظیفه کلیتیلیوم در کرم زمینی چیست؟ و سوال سوم اولیگوشیتا چه مفهوم دارد؟ خب به این سوالات که در متن کتاب شما پاسخ خواهیش موجود هست پاسخ میتونید به عنوان کارخانگی و در کتابچه های کارخانگیتان سوالات انشاءالله یادداشت میکنید. و پایان درس رسیدیم. تا درس جدید و دیدار آینده خداوند حافظ و نگهدارتان.